خاطره خاصی دارم. یادمه که یک کلاسی رو به من دادن در مقطع کاردانی رشته گرافیک در یک منطقه خیلی دور افتاده که عرض میکنم، یعنی جایی که به هر حال یک استاد از تهران نمیره اونجا درس میده. به هر حال من این کلاس رو قبول کردم و رفتم به احترام یکی از دوستان برای تدریس و دیدم چیزی حدود 20 نفر دانشجو هستن، همه دختر و بسیار ضعیف از نظر علمی، از نظر تجربه و به هر حال مقطع کاردانی بود و فشار زیادی نمیشد به دانشجو آورد برای یادگیری مباحث پیچیده. خب من کار اونجا شروع کردم و راستش من خیلی عادت به حضور غیاب ندارم و اصولا تو مقاطعی که امتحاناتم رو میگیرم بچه ها باید بیان، اینه که زیاد کاری نداشتم، کی سر کلاس نیست و احترام میذارم به حال افراد مشکل دارم که نخوام بیان یا نتونم بیان، برای باید سواد رو فقط یاد بگیرن که اونم باز به این دلیل که من فیلم میگیرم از مانیتور و با صدای خودم ضبط میکنم و هر جلسه به اونا میدم، شاید اومدنشون هم نیازی نباشه، به هم دیگه میتونم این فیلم رو کپی بدم. در صورت من بعد چند جلسه متوجه شدم که از دانشجو نه سوال میکنه نه هیچ، وقتی باش صحبت کردم جواب نداد و یکی از همکلاسیاش گفت ایشون ناشنواست. من خیلی تعجب کردم یه فرد ناشنوا بین دانشجوی معمولی چی کار میکنه. در صورت کارو ادامه دادم و از یکی از دانشجو خواهش کردم که حرفای منو براش بنویسه و بعد از کلاس باش کار کنه و من نمره خاصی و ویژه‌ای برای همون دانشجو قائل خواهم شد به عنوان هدیه و تشکر از کمکش. باز بعد از یکی دو جلسه من سوال کردم، اون دانشجو گفت ایشون علاقه من نیست و این دختر خانم ناشنوا سر قرارها حاضر نمیشه، کنسل میکنه و در صورت چیز زیادی یادش یاد نمیگیره. جلسه بعدش هم امتحان من بود و من گفتم من در صورت امتحان میگیرم. به هر حال من دانشجو رو نشوندم پشت کامپیوترها و خواستم که امتحان بگیرم. یادم نرم افزار ایلستریتور یا کورل رو درس میدادم، خاطرم نیست، فکر کنم کورل بود. و این دانشجو ناشنوا هیچی نتونست به من ارائه بده و من نمره خیلی بدی بهش دادم، فکر میکنم مثلا بهش 2 از 20. و امتحان آخرم که آخر ترم میگرفتم اگر جمع میکردم با این نمره بازم ایشون نمیتونست این درس رو پاس کنه و قطعا این درس رو میافتاد و به این چونگاه نمیتونست پاسش کنه، یک ترم عقب میافتاد. شوکه شد، شوکت به اعتراض، ولی خب ناشنوا بود و نمیتونست صحبت کنه. برام نوشت که من نمیتونم درس تو رو بفهمم، به من تو میگفت، برام خیلی عجیب بود. اینم گذاشتم شاید به حساب اینکه یک فرد ناشنوا ارتباط برقرار کردن شاید متفاوت باشه. نوشت من درست تو نمیفهمم، خیلی سخته، نمیتونم. منم براش نوشتم باید بتونی، باید یاد بگیری، باید تلاش کنی. دلیلش این بود که به حال مشخص بود هوش محیطیش خوبه، سر و وضع منظم و مرتبی داشت، نظم و رعایت میکرد، سکوت داشت، مشخص بود میفهمه، ضعف هوشی نداشت. این دیگه نیومد سر کلاس. من یه ذره فکر کردم شاید رفتارم بد بوده، رنجوندمش، ولی خب واقعا این اولین تجربه هم رو من نمیدونستم باید چیکار کنم. فقط میدونستم یه آدم که نمیشنوه میتونه موضوع دستش بگیره، یه کاری رو انجام بده، از دوستاش سوال کنه. این تمچیزی بود که میفهمیدم، مطمئنم نبودم بشون. به هر حال
گذشت و شد آخر ترم و وقت امتحانش. من همیشه به دانشجوام یک شماره تلفن دانشجو و یک ایمیل میدادم سوالاشونو بپرسم. تدریس مباحث کامپیوتری یه ذره سخته برای بچه‌ها، لازمه که بتونن سوالاتشون رو بکنن در طول هفته تا جلسه بعد. و به این دانشجو هم به صورت ویژه بهش تلفن رو داده بودم و خواسته بودم که اگر مشکلی داشت سوال کنه. یکی دوباره هم مسیج زده بود سوال کرده بود، ولی به هر حال مطمئن بودم که این درس رو بیفته و من واقعیتش مینداختمش. شوخی نداشتم با این مسئله. من دنبال بودم که اون تلاش کنه، حتی اگر نمیتونست کارهایی که من میگم انجام بده ولی تلاشش رو میدیدم نمره میدادم. در هر صورت رسیدیم به آخر ترم و روز ژوژمان که بچه ها کاراشون رو پرینت میکنن به دیوار میزنن و من هم یه امتحان فنی کوچیک میگیرم که مطمئنشم این کارا کار خودشون رو تو کامپیوتر انجام دادن و بعدم به نوع پرینت و کیفیتش نمره دادن. با کمال تعجب دارم ایشون اونجاست، کاراش هم زده به دیوار و موقع امتحان فنی هم همه سوالای من جواب داد. خیلی عجیب. بهش گفتم چی شد؟ گفت تونستم کار کردم، یاد گرفت برام این نوشت این موضوع. منم جواب دادم بسیار خوب، سعی میکنم به نمره بده. به حال من نمره رو رد کردم و بهش 20 دادم، چون به حال تلاش دیدم ازش و شاید باورش هم نمیشد. بعد از یک سال شاید من یه مسیج گرفتم بدون نام و مسیج این بود متنش: از اینکه مثل همه استادا با شنیدن اینکه من ناشنوا هستم به هم نمره ندادی ممنونم. این باعث شد تا یاد بگیرم. من یکم فکر کردم، این دفعه یادم افتاد من یه دانشجوی ناشنوا داشتم. خیلی خوشحال شدم، خیلی. یادم نیست کی بلون بود، ولی یادم این مسیج رو به نفر نشون دادم. احساس خیلی خوبی داشتم از اینکه یه انسانی به این باور رسیده که تلاش کنه میتونه و از گدایی محبت دست برداشته. ولی یه مسیجی بعد از این زد به هم، خیلی ناراحت شدم. نوشت: کاش میتونستم بشنوم تا بیشتر از یاد بگیرم. کاشکی سختی بود، کاشکی زجرآوری بود، چون چاره‌ای براش نیست.